دوستان عزیز سلام، به برنامه دیدار با مردم از تلویزیون HW خوش آمدید. امروز ما بازار بامیان آمدیم تا یکی از سلمانی های بازار بامیان برای شما گزارش تهیه کنیم. برنامه ما را بیننده باشید، برنامه ما جالب است و چیزهای جدید را در این برنامه بیننده باشید. سلام بیدر، خوب هستین؟ بخیر؟ صحت شما خوب؟ بخیر؟ میش خودت از ما معرفی کنی؟ من محمد رضا هستم، محمد رضا فرزام از ولایت بامیان، از فولادی. خوب رضا جان، چند سال میشه شما سلمانی داریم و در این شغل مصروف هستیم؟ من 2 سال میشه که سلمانی دارم و چه کار؟ خب بیشتر فرمایشات چگونه است و چی استایل موی جور میکنی شما؟ ما بیشتر فعلا سالای چسب میزنیم، سالای مدیر است. مدیر است، یعنی بیشتر جوان ها علاقه مند است برای از اینکه استایل های مدیر روز انتخاب کنه یا اینکه کهن سال ها کمی علاقه مندی دارن؟ بیشتر خود جوان ها سالای مدیر روز امنی چسب انتخاب میکنه دیگه، کلان هم پشت سر بغلاش چسب میزنه پیش روی یکم مهمانه. خودتان چی نو استایل دوست داریم که مویتان جا؟ من شخصا خود به مر استایلی که در قواره نفر بشینه همون تو جور میکنم، همون دارم دوست هم دارم دیگه، فرق هم که دراز باشه، سرگوشی باشه یا چسب باشه. خب تا حال شده که کدام مشتری شما گفته باشه که در من استایل موی من یه رقمی جور بکنید و شما گفته باشه من نمیتون؟ نه تانوز تو چیز اتفاق نفتاده، مصدر استایلی که باشه همی که مشتری در ما پامانده بیتونه، یا بیشتر ما مشتری خود میگیم که عکس بیاره، چون در گفتن سعی ما نمیفهمیم، میگه باید عکس بیاره، از انترنت میاره یا فیسبوک میاره، از هر جایی عکس یک دوستش میاره، باز ما میتونیم که از روی امروز جور کنیم بر قسم که خواهد. خب در روز چی هم مشتری داریم؟ در روز حد اوسطش در بهار امید غیر از زمستان ما 30 تا مشتری داریم معمولا. یعنی نسبت به زمستان بهار خوب است؟ آه، 2 برابر زمستان است. گفتم میتونیم که سلمانی در بامیان و چه مدت موشه که جور شده، مثلا چی سلمانی یا سلمانی هایی که در دیگه منطقه از این شهر است؟ بامیان یادی ما که میه حدود یکان 16-17 سال شده شد که سلمانی جور شده و اون وقتا سلمانی بسیار کم بود، ولی فعلا دیگه شاید بازار بامیان خود پور از سلمانیه دیگه، شاید حدود 140 سلمانی باشه. خب رضا جان، میشد از ما جریانی که تو سلمان دکان سلمانی داشتین یک خاطره جالب خود برای بگی؟ بله، ما تازه که سلمانی گرفته بودم یک تا از مشتریم یک هم سنای 50 ساله بود دادن، ای اومد گفت که سر مرا خطریش ما گد جور کن. بازی شیشتم سر شبکی ما معمولا همی سر اول جور میکنم بعد از اون ریشه. باز ما گفتم که ماشین چند بزنم، یه گفتم ماشین 2 بزن. باز ما سر از این ماشین 2 زدم، یه گفت که نه والا من ریشه خدا گفتم. باز همین جا بود که دیگه سر از این هم سنی از این بالا حدود 50 سانه دیگه موی از این نمیخوان ماشین 2 بسیار چسب میشه. باز دیگه هم چیزی نگفتم، ما همی را کم کم همی تو لیوال کرده تا بلند جور کردیم، خواه از کل خطا دادیم دیگه بالاخره دیگه. ولی هم 2 سال میشه که امو آدم مشتری من هست دیگه، جایم نرفته. خب خوبه که دوباره در دکان شما پیش شما میای، با وجودی خراب هم کردیم. نه خراب نشد دیگه، من اول یک اشتباه شد ولی بازم جور کردم دیگه، یک قسم جور کردم که از آبروی خریده شد. خب رضا جان، میشد از ما بگوی که شما در چند سالگی سلمانی رو یاد گرفتیم، شما رو کی یاد داد؟ من در 20 سالگی سلمانی در کابل یک جای زندگی میکردم، در دوغاباد برچی بود، همونجا یک تا سلمانی در تانگتل برچی بود، همونجا رفتیم به نام سلمانی بهار سبز، خلیفه ما هم کاکا ابراهیم بود،
که واقعا خیلی زحمت کشیدن. ما تمام امی کارهایی که بلد هستم مدیونی هم کاکا ابراهیم هستم که واقعا به ما بسیار لطف کرده و سلمانجا هم هم زیاد گرفتیم. خب چند سال شاگردی که ایتایی کستاز چیدیم؟ ما شخصا خودم مدت شاگردی ما بسیار کوتاه بوده، یک ما شاگردی کردیم و اول که رفته بودم پیشی خلیفه گفتم چقدر باید شاگردی کنم، میگفت حداقل کمترینش باید 6 ماه شاگردی کنیم. باز ما چون پیسه نداشتم دیگه همو خرجی 2 ماه را واقعا داشتم از او با بالا با شاگرد خود کسی پیسه نمیتن، ما همو خرجی 2 ماه را داشتم دیگه از او با بالا دیگه گوشنه ماندیم. باز ما پیش خود همو که یک برنامه ریزی کردم گفتم باید حداقل 2 ماه یاد بگیرم 100%. باز همینجا که شروع کردیم روزانه که پیش از کار میکردیم دیگه می رفتم فیلمی مثلا نمی پیرایش می خریدم و کتا کردن موی با بگاهی در خانه رو نگاه می کردم، صبح با سری همی مشتری ها کار می کردم. و یکی از خوبی دیگه ای بود که مزدود یاد گرفتم سلمانی رو بخاطر از اینکه اونجا زیادتر مشتری ها اشتوک بود و اشتوک هم که اصلا معمولا دیگه زیاد پشتی سنش نمیگشتم خب میگه مقصد جور شد با سر از جا اول قیچی میزدم، اون هم شاگرد مکتب بود باید همیشه آخر در آخر کار مویش ماشین میشد. باز اول سر از اونها رو قیچی میزدم با دلخواه خود جور میکردم آخر یک ماشین میزدم میرفتم. باز همونطوری با مو خاطر ما در یک ماه بعدش خلیفه ما گفت دیگه بس هست اینقدر که یاد گرفته دیگه در شاگردی از زیاد نمیشه باید خود دکان داشته باشه. باز من رفتم دکان گرفتم دیگه امتحانوز دیگه تجربه هم دیگه بعد از اینکه دکان گرفتم کم کم حاصل شد. خب شما در اینجا شعر هم جور میکنید نمیکنید؟ بله اینجا ما از حساب آرایش دو قسم، یک آرایش محفلی داریم که یکان فراغت باشه مثلا یکان تا برنامه دیگه باشه، دیگه یک قسم دیگه شعر آرایش مثلا داماد خط شابالان هایش همین دو قسم آرایش. بیشتر دوامی ها همین دامادی که پیشتان می برای آرایش کدام استاله رو فرمایش میده؟ زیادتر خو ایسایل نظر در قیافه زده میشه، نظر در قیافه و همون نفر نظر در شخصیتش دیگه خلاصا و غیر از او دیگه ما آرایش خب جدا از موی هست دیگه موی سایل موی هر قسم که دم قیافهش بخوانم میتونم برش جار میکنم. خب تانوز شده که کدام موی کدام داماد خراب کرده نه از داماد هیچ وقت خراب نمیشه و خرابم نمیکنم به خاطر واقعا بسیار یک وقتی اساس هست دیگه ما تمام زحمت خود میکشیم که بهترین موی و بهترین سایل برش بسه. همیشه زحمت میکنسن داماد زیر تاثیر استرس نگیره که دور یک جا قیچی خراب نه دیگه باز ما سر کار خود همون قدر اطمینان داریم، سر خود ما همون قدر اطمینان داریم که هیچ وقت خراب نمیکنیم زیر تاثیر هم نمیدیم. تشکر رضا جان، تا برادر ما خلاص میشم باز بعد از این اگر فرصت شد موی از ما رو کم جور کنید با شما باز هم هستیم. و حال بینده های عزیز یک سوال کمی پرسانی از برادر ما که اینجا نشسته موی خود جور میکنه داریم. برادر میش خور مرکتین دزما؟ بله سلام. اسم شما چی؟ اسم محمد حسین است، تخلص ما یعقوبی. خب چند سال میشه شما در این سلمانی میشه؟ چطور این سلمانی رو انتخاب کردیم؟ بیشتر از مدت یک سال میشه که ما امروی رضا جان فرزان به اسلام مشتری هستیم و همینجا پیش میاییم و موی خود اسلام میکنیم. به نظر شما هم سین دو ساله شما چه رقم یک استایل موی دست داره نه میخواه که کدام استایل داشته باشه؟ خب جوان ها امروزی هر کس مربوط میشه استایل مویش به سلیقه خود از امو شخص و ای که به نویت موی از امو شخص دیگه طبیعتا متنوع است استایل ها، تفاوت های زیاد هر کس نظر به اون سلیقه خود استایل خود انتخاب میکنه. یعنی گفته گفتم میتون که از جوانی تا حال چقدر تغییر کردین شما؟ یعنی استایل موی تان یا تانوز از کدام بچه فیلم یا از یک استایل موی تغییر کردین؟ نه والا شخصا خودم خودتر یک استایل یک بچه فیلم یا یک استایلی بسیار مشهوره که برای خود انتخاب بکنم نخیر، اینمی طبق معمول دیگه به اصطلاح همونطور گبه چی میگه همرنگ جماعت باش دیگه به اون شکل هم دیگه استایلی
نه اسرائیل هم تیر به شکل ساده می خدا اسلام میکنم بله. خب تشکر و امیدوارم که میشه سلیقه داشته باشین جوان بمانید. تشکر از اینکه از ما صحبت کردید. تشکر. بیننده های عزیز، این دوست ما مویش جور شده و حالا منتظر هستیم اینا پایین چه ما بشیم. خدا کنه که موی ورا سلمان خراب نکنه. خراب نمکنی؟ نه. بینده های گرامی، زیر قیچی سلمان ششتیم، ببینم که موی مرا چلخمی با کدام استایل جور میکنه. ریزا جان، کدام استایل خودی دوست داری؟ از ما خبیش پرسان نمکنی که ما کدام استایل دوست داریم جور کنیم. و چی میخوای موی مرا چلخم جور کنیم؟ با موی ترا با شکل که تو دوست داشته باشی چور میکنم دیگه هر قسم. خب ما دوست دارم که موی مامی رقم کسی کم روی جور شد کم باشه اگه صدا خب رضا برار میشه بگویی که در قدیم سلمانی چگونه بود یا همی مثل آلی رو بود یا نه وقت کدام رویش دیگر داشت؟ ما شخصا خودم دیگه آدم قدیم نیستم، یک سن ما کم است دیگه که چطور قصه کنم. اگه شینده باشی دیده باشی این است که قدیم خو پل نبود به این شکلی که حالی است. آره. پاکی بوده دیگه، پاکی همی یک چاقو بسیار اما بسیار تیز دیگه که حالی اون تو چاقو فکر نکنم باشه. پاکی بسیار از پلای حالی کرده تیز سر بوده، چون وقتی که تیز نباشه خود سر میزنه دیگه. آره. چاق مونه دیگه. این که کمیشه چه قسم میکنه دیگه من با خدا که تو دیگه چی ندارم دوباره تو نیزه شده که سر خود کار کرده باشی و بعد از او پشایمان شده باشی؟ بله، ما همین زمستان سر خود موی میره سر خود کار کرده بودم. خب باز همون قدر در حضرتش بودم که شاید یک ده شب خواب دیده باشم که من موی کردم و وقتی بیدار میشدم میدونم که والا سر من از کال است. خب حالا چی احساس داری؟ یعنی که خوش هستی که دوباره موی سر برآمده و موی استایل قدیمی گرفته؟ بله، به نظر ما سلمان خو همی موی حداقل 50% زیبایی مرده موی تشکیل میده دیگه. بدون موی قواره واقعا که زیاد خفن میشه گفته مرده. یک تعداد از جوان ها یا در اول بهار یا در زمستان موی خود همین سر کل مونه، تاثیرش چی هست؟ زمستان وقت کلا هست موی خود کل مونه که تا بهار که وقت موی میرسه دیگه باید موی داشته باشه. خب ما که اشتباهات موی هم وقت برطرف میکنه. ما که تانوز دیدم شما مشتری های تانا بیشتریش با ماشین مویش جور کردین، چطور با قیچی استفاده نمکنه؟ از قیچی استفاده نمکنه؟ ما موی های چسب در کل با ماشین جور میکنیم به خاطر یکی خو از حساب وقت یک بار پیش میشیم که زودتر جور میشه، با سرعت جور میشه. دومی دیگه استاد چسب اگر ما بخویم با قیچی اونقدر دیر او را چسب کنیم خیلی وقت زیاد میگره و شاید هم به اندازه بایی ماشین جور نشه. جور نشه چون کار را که ماشین میکنه قیچی نمیتونه و بعضی جاست کار قیچی میکنه و ماشین نمیتونه. فکر کنم این ماشین که شما استفاده من کلن برقی باشه دیگه. آه بله، کنشون برقی هست دیگه. یک زمان های یاد میده یکان 10 سال پیش ماشین برقی نبود در این بامیان از بطن. از این ماشین هایی که قدیستش تو چی میکرد از اون ماشین هست، ولی حالی کلن برقی هست بخاطر سرعتش هم زیاد هست، بوریش هم داره، کار آسان تر است. راستی یک گپی جالب که این است که تا به حال شده که رفیق قاید آمده باشه موی خود جور کرده پول نگرفته بشه یا اونا پول نداده؟ بله، چون ننجوالیه دیگه، ننجوالی آدم گیرمه. او تو رفیق قاید دارم که واقعا مویشان ها باید خوب باید چیزا ننجوالی سری. حالا ما تازه آمدیم رفیق تام نشدیم تا نزه، حالا ما چیکار کنیم؟ پول بیتم ندوم فرق نمیکنه. ما در سلمانی شخصا خود می تقانیم دارم که هیچ وقت از روزی که سلمانی را باز کردیم تا هنوز از کس پول طلب نکردیم. هیچ
امی که مگه چند بیتم اول خود میگم برو خیر است کم خرج باشه هیچ مشکل نداره پیسه هم ندی برای ما مهم نه واقعا برای ما تنها این مهم است که موی مشتری بسیار لوکس جا شود و مشتری ما که از دکان ما بسیار راضی و شاد بر شود دیگه اما برای ما بسیار میارزه خود ما دانو چی شاد میشم دیگه و یکی پول بیتا نه تا زیاد بریم فرما مکنم هر چندم که بیتا کم بیتا زیاد بیتا در قدیم من تا جایی که یادم به وقتایی که مردم موی خود جور میکرد یا او رو تراش میکرد موی خوره باز پول نمیگرفت میگفتی وقتی از کس وقتی که موی خود جور کنه پول طلب نمیکنه ولی در سلمانی های کابل بریم یا یک سلمانی دیگه و حتی نیخ خوره موگه مثلا یعنی قدر ما رو پول بیدی در قدیم که بود ایتو یک نفر مثلا نمیشید که کلی وظیفه خود ایره قرار بیتا که موی کتا کنه و اونا کسایی بود که در خانه میشیدن یکان نفر که میامد در وقتای خارج از تایم کاریش او رو میگرفت سرش مثلا یا پاکی میزد یا کم میکرد دیگه او جمله کارش حساب نمیشد با او خاطر نیاز نبود پول بیتا ولی اول یک نفری که سلمانی باز میکنه دیگه کلی چشم و امیدش دونو سلمانی است که باید خرج باشه خانوادش هم موضوع بکشه اگه مثلا کس پیسه نتا که مفت کار کنه خود اول خودش از گشنگی تلف میشه باز خانوادش خب رضا جان تشکر از اینکه تا حال با ما بودی و برنامه ما را با خاطرات خود زیبا ساختی و همچنان وقت رو برای از ما دادی تشکر میکنم اینا فکر کنم که موی از من تقریبا جور شده دیگه خواهش میکنم دیگه لطف دارین که از این همه سلمانی ما رو انتخاب کردین خواهش میکنم تشکر از شما بینین ده های گرامی این بود برنامه ما تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم اما یک چیز یادتان نرود که چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید تا برنامه دیگه با یک موضوع جدید که در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم وقتتان خوش خدا نگهدارتان